او مای گاد، دوستان محمد لای به مون خورده تو تاپ 300 دنیا. در برابر محمد لای چه ویدیوی خارق العاده ای داشتیم امروز. ببینم میتونم مثل قبل یخشو بگیرم و شکستش بدم یا نه. دفعه پیش توی گرند چالش بود چه شکستش شده بودم. بچه‌ها من تو این متن هیچ صحبتی نمی‌کنم تا تمرکزم از بین نره. سلام به ویدیوی دیگه، خیلی خیلی خوش اومد به آخرین ویدیو سال 1402 که همراه شما هستم. خوش اومد دوستان. ویدیو امروز قرار لدر پوش باشه از کاپی که مشاهده میکنید، یعنی رنک 322 دنیا در حال حاضر هستیم و یه نگاه بندازیم به رنک خودمون. حل 320 بچه ها، 320 دنیا هستیم و قراره که بتلی که تا اینجا کار زده شد رو با هم دیگه همه رو نگاه بکنیم. به محمد لایت برخورد کردیم بچه، این آخر ویدیوه و عرضم به خدمت گرامی شما که میبینید که رنگ هم خیلی خوب شده و پنج لوکال روسیه هستیم. دوستان بریم که کار رو ممنوعی شروع بکنیم بدون معطلی. Let's go. خب دوستان، مطلع اول از کاپ 2231 من یه توضیح رو خدمت شما دوستان بگم. یه دو سه تا بطلی که توی ویدیوی امروزمون هست به خاطر اینکه شرایطش وجود نداشت، به خاطر اینکه شرایط سال آخری نمیشه زیاد صحبت کرد، دو تا بتل یا سه تا بتلمون بدون صحبت کردن، بدون در واقع لایو گرفتنه، یعنی من لایو بتل رو نگرفتم. میگیش همینه و هیچ تفاوت خاصی نمیکنه. شما بتل رو نگاه کنید و عزت ببرید. بچا قراره که پشت سر هم بتل رو بهتون نشون بدم، یعنی کاپا رو توجه بکنید و ببینید که من پشت سر هم براتون بتل رو گذاشتم. قطعاً که باختم دادم اینجا یه تورنادوی خیلی خفن و بتلایی که میخوام بهتون نشون بدم ایشالله پشت سر هم و هرچی باخت و برد باشه و امیدوارم که لذت کافی رو ازش ببرید. دوستان ترکیب حریف مشخصا گابلین جاینت که نسخه ای که خیلی وقت بود هیچ اثری ازش نبود و اصلا ازش استفاده نمیشد. من دارک پرینس و گریویارد اینجا زدم، میدونستم کار خاصی نمیتونه انجام بده، همین اتفاق هم افتاد. کلی دمیج خوب از لری بهش وارد شد، 1200 حالا بگیم تونستیم ازش بگیریم. آره دیگه 1200 HP ازش گرفتیم با این حمله و بعد دید که چه اتفاقی میفته در ادامه کار. بالونو زدیم، میدونستم که دیگه هیچ هوایی زنی نداره و من فقط باید پکار رو آماده میکردم تا بزنم برای سمت چپ. این اتفاق هم رقم خورد. همطور که مشاهده میکنید بچه ها چقدر از دور پکا داره ضربات رو وارد میکنه، دقیقا مثل همون حرکتی که پرینس انجام میدید. پرینس یه شمشیر خیلی بلند داره و از دور ضرباتش رو وارد میکنه، دقیقا پکا همانی همچین موضعی داره و خیلی فوق‌العاده شده پکا، من خیلی ازش خوشم میاد. یه ضربه بمب تا بمب چیز بومبر بومبر تکامل که دو ضربه شد در واقع. اینجا یه تورنادوی خیلی بد زده شد، دارک پرینس و بالون خیلی حواسم جمعی بود که سوتی موتی ندم. خیلی کار سختی بود بچه ها، خیلی یه دونه پکا داشتم و اون پکا رو بعد برای هر دو سمت سی جورایی تقسیم میکردم، یه سمت پکا یه سمت کارتار سایکل، یه در واقع کارتار رو مینداختم و دوباره پکا رو در دست میگرفتم. اینجا ضعف تکامل کلن اومد قضیه رو جمع کرد متاسفانه و اینجا فکر میکردم اسپارکی نداشته باشه، بخاطر همین موضوع پکا رو زدم. یه بالون و بمبر تکاملی که در دست داشتم میزنم، اینو میبینید چقدر دمیج وارد میشه. بله ولی خب از این به بعدش کار بسیار 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 دشوار و سخت همراه ما بود. 200 شده میکنیم اینجا، فقط فقط باید گریویار بزنم چون اگه از پیکا بخوام استفاده بکنم. آره دقیقا یه همچین بلایی سرمون میومد. سری پیکا میبینید که پیکا مونم زد بچه ها، حتی کنم 5% جون پیکا بیشتر نموند و در کل کار بسیار بسیار سخت و دشوار داشت پیش میرفت. اصلا نمیشد چیزی رو 100% گفت که مثلا میبریم و میبازیم. چطور میکنیم؟ دارک پرینس رو زدم اینجا، یه عروزم زدم، بومبر رو اینجا بچه واقعا خراب کردم.
چیزی که دارین میبینید بازی در دست حریفه. الکترو ویزارد نذاشت که من بالون گریویارد هم برم. اینجا میدونستم که قرار از سمت مخالف پیکا حمله ای انجام بشه. سری گریویارد و همین که اکسیرم اومد زدم. زفر تکامل اینجا کار رو برام سخت کرده. اینجا مشاهده میکنیم که هر لحظه ممکن بود به تاور برسه کارت ها. هر لحظه ممکن بود اینجا گابلین جاینت رو مشاهده میکنیم. گابلین جاینت که چقدر ضربه وارد میکنه و فقط شانسی که آوردیم پیکا اون بر بود و ضربات گابلین رو اجرای بلاک کرد. اینجا آخرین حمله آخرین فرصت من بود که داشت انجام میشد. بومبر تکامل اومد و کارو برا من در آورد. دوستان یه بحث فوق العاده توی تاپ 200 در واسه سر دنیا که به دست اومد. Bold and bashful.
خب دوستان بتل بعدی رو برنامه داشته باشیم. 2300 کاپ رسیدیم الان. امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره برامون و الکترو ویزارد. اول خواستم گوست رو دفاع کنم بچه ها، بعد پکار رو بزنم که قضیه سخت نشه. اوکی، مشاهده میکنیم دمیج سنگینی که سمت راست وارد شد و کارمون بسیار سخته دوستان. گریویار رو از سمت راست میزنم. اوکی، یا خدا یا خدا، دیکو نگاه کنید فقط شما. ایویز ماشالله، ایویز اوکی، تورنادو آر جی تکامل دهنت سرویس. بچه تابره دادیم، بچه تابره دادیم. من صحبت نمی کنم تا ببینم میتونم بازی برگردونم، یعنی تمرکزم باید حفظ بشه چون با هر صحبتی هم تمرکزم میخورد میره. بریم بریم که تمرکز صدمونو بذاریم. دوستان امیدوارم که از بتل گذشته خوشتون اومده باشه. واقعا بتل فوق العاده ای بود که
تونستیم خیلی فوق‌العاده واقعا باورم نمیشد که تونستم به اون بازی برگردونم، پیروزمون میدون بشیم و یکی از بی‌نظیرترین بتل‌های ممکن بود که تا آخرین ثانیه حتی نخواستم لب بزنم تا تمرکزم به هم نخوره. یکی از اون بتل‌ها بود واقعا. بریم بتل بعدی ساوی. اوکی این هم گولمه دیگه، سخت‌ترین نسخه گولمه. چرا بگم گولمه؟ این سخت‌ترین نسخه گولمه که میتونه بهم بخوره الان توی تاپ لدر، و آسون‌ترین نسخه گولم که میتونه بهم بخوره نسخه که الان داره اکستریم باش بازی میکنه. خیلی راحت میتونم ببرم تک به اکستریم رو. اوکی ولی خب این دیگه اصلا چون تورنادو و الکترو دراگون رو همزمان میتونه داشته باشه تو ترکیبش، تقریبا تمام کارتای حمله من بی اثره و کار خاصی نمیشه باش انجام داد. یا رشته سنگین اصلا به چپ بریم دوستان، برای تکامل داره دیگه مشخصا. یه دفاع چرت و پرت از حریف نیست تا بره سمت چپ نابود بکنیم. بالون از سمت چپ. اوکی خب اینجا من هیچ اوکی بومبه، یه دفاع بی نقص، یه دفاع بسیار بسیار بی نظیر. واقعا از این بهتر نمیشد بچه ها، از این بهتر امکان نداشت بشه تو این دفاع. و یه گریویارد با یه دارک. اوکی این گریویارد دهنشو سرویس میکنه سریع بچه ها. باید اکسیرش رو تحلیل بدیم و نذاریم که اکسیرش جمع بشه جورایی. سریع ایویز از سمت راست یه ضربه. اوکیه خوبه. یکو اصلا چپ زدیم. امکان این که تابرمون بره 90% بچه ها، این پکا نمیتونه کاری انجام بده واقعا. بربر و هیلر و داستان ها یه حمله خیلی سنگین، یه حمله بسیار بسیار سنگین که تابر سمت راست میره. تابر سمت راست میره، اصلا مهم نیست، بیا تابرم رو بگیر. تورنادو زدم که بیا تابرم رو بگیره. ماشاءالله یه تابر تونستی ازم بگیری. گود لاک هنیش، یعنی بی ام دیگه، داری بی ام میکنی دیگه، چه فازیه داری شما ها. بریم بتل بعدی. خب دوستان عزیز بتل بعدی، امیدوارم که تا اینجای کار خوشتون اومده باشه. حتما به کاپی که دارم توجه بکنید و ببینید که پشت سر هم دارم بتل رو براتون میذارم و باخت و برد و تفکیک نمی کنم، همه رو با هم دیگه دارم میذارم. اگه به کاپی که اول ویدیو میاد دقت بکنید بهتون ثابت میشه این موضوع. امیدوارم که سوتی موتی ندیم و بازی رو ببریم با گرایدر رو طبیعتا با تورنادو دیفند میکنم. سمت چپ فرصت دو تا کار رو دارم، یا بالونه یا گریویارده. بلا فاصله در رو دو تا اسکلت خوبه. ببینیم چی میشه دوستان. کار آسونی داریم، ترکیب آسونیه، میتونیم راحت ببریمش اگه اتفاق غیر منتظری پیش نیاد. به کاس سمت چپ.
سری بالون. کار خیلی سخته بچه ها. این کار داره سخت پیش میره. ترکیب آسونیه. تنیادو مالی دفاع خیلی فوق العاده. بمبر تکامل عالی. بزن بالون. یه ضربه، دو ضربه. وای هوگرایدر خب قطعا با تورنادو دارک. وای دارک اشتباه کردم. وای چه حمله ای کرد دهنت سرویس بچه ها. خیلی خوب بازی کرد واقعا. چیز خاصی برای گفتن نذاشت. هیچ چیز خاصی برای گفتن نذاشت. خب دوستان این بتل آخره که زده شده. بچه ها من بهتون توضیح دادم، گفتم این بتل ها به خاطر شرایطی که وجود داشته و نتونستم صحبت بکنم متاسفانه گرفته شده و به صورت لایف نبوده. میگم واقعا شرایطش وجود نداشت این دو سه تا بتل، ولی خب دیدیم بتل محمد لایت و اون یکی چیزش بعدیش لایف بود و بسیارم هیجان انگیز. امیدوارم که تا اینجای کار لذت کافی رو برده باشید. فکر میکنم بردید. واقعا ویدیوی خیلی خوب لدر بود که براتون گذاشتم. حالا بیشتر براتون میذارم دیگه. 14 روز مونده به پایان سیزن و سعی میکنم که تو این 14 روز که 14 روز تعطیلات هم میشه جورایی حساب کرد، ویدیوهای به شدت خفن، به شدت جادویی براتون بذارم تا حال شو ببری تو این تعطیلات. دارک مینس سمت راست. میگونایت به کارو اول زدم بچه ها. اینجا این بتلی هستش که میتونه ما رو به کاپ 2300 برسونه و به اون کاپی که بدون همون اول ویدیو نشون دادم. تورنادو بسیار عالی و فوق العاده دفاع شد اینجا. من فقط از هوگرایدرش الان میترسیدم که نندازه یه هوشون. هیچی نداشتم. بمبر تکامل اگه بخوام بندازم قطعا من شاید اینم که کینتار بخواد اکتیو بشه. سر همین پیش دستی کردم و حمله رو خودم شروع کردم تا تایم رو از دست ندم. مشاهده میکنیم که دفاع خیلی خوب. البته دو ضربه هوگرایدر ضربه هاش پارد شد دیگه. اینجا هم که عروض رو زد و والکری که دیفند شد. تاور سمت راست هم قشنگ رفته بود. حریف میدونست چطور با ترکیش بازی بکنه. فکر کنم ترکیب من رو میشناخت. تو قشنگ از انداختن کارت ها مشخصه که چند حریفت و جوری داستانش. بالون اینجا یه دونه شات بسیار مهم و حساس رو میده و اینجا اشتباهی که انجام دادم سریع روز باید میزدم و برکل تورنادو. بله تورنادو هم اینجا زدم که ایویزش بخواد بره که نزاشت اینجا کار به شدت سخت بود. سه ضربه، دو ضربه هوگرایدر وارد شده بود و واقعا چیز خاصی برای گفتن نبود. سری ایویز داشت میست که نظمی برگیره رو تابر گریویارد. بلا فاصله
بومبر شده میکنیم که دفاع اینجای دقیقه من کرکو پرم ریخت که نکنه الکتروویزا سرباشو وارد نکنه. امیدوارم که از این ویدیو خفن لدرپوش خوشتون اومده باشه دوستان. تا اونجایی که تونستم براتون در واقع خوب ویدیوها رو گرفتم. ویدیو لدر خوب بود. برای آخر سالی واقعا نمیگم نمیشد بعضی از شرایط صحبت کرد و من مجبور شدم که دو سه تا بحث رو از قبل براتون بگیرم و در واقع روش توضیحاتمو بذارم. بهتون میگم دیگه این دو بحث آخر اینجوری شد و یه بحث آخر. یه بحث اول. خب دوستان تا ویدیوهای آینده بدرود.